پرویز کلانتری نقاش پرآوازه ایرانی شامگاه جمعه 31 اردیبهشت ماه در 85 سالگی در تهران درگذشت. فرح یوسفی همسر آقای کلانتری به خبرگزاری مهر گفته است همسرش در یک سال گذشته به دلیل بیماری بعد از سکته مغزی در شرایط دشواری به سر می برد. یکی از آثار آقای کلانتری که به نقاش کویر شهره بود در فهرست تمرهای سازمان ملل متحد به چاپ رسیده و تابلوی شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی او هم در دفتر سازمان ملل در نایروبی قرار دارد. برخی از مشهورترین نقاشی های کتاب های درسی ایران از جمله مرغابی ها و لاک پشت، روباه و خروس و روباه و زاغ از آثار او هستند. جواد مجابی منتقد ادبی و هنرمند ساکن تهران در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به جایگاه ارزنده پرویز کلانتری در حوزه نقاشی و ادبیات گفت که او یکی از نقاشان پیشروی ایرانی بود که با ظرافت از کاهگل به عنوان ماده اصلی نقاشی استفاده می‌کرد و از معماری ایرانی در آثار خود بهره می‌جست. این کاری که در آغاز انجام دادن تصویرگری کتاب‌های درسی بوده که در حال کودکان با نقاشی الفت بیشتری دارن. قبلا کتاب‌های درسی با بی‌سلیقگی تصویرسازی می‌شد و ایشان آمدن با الگوهای جهانی که آموخته بودن این قضیه رواج دادن و این خیلی اهمیت داره به دلیل اینکه سواد بصری کودکان رو زیاد می‌کنه. ولی جدا از این قضیه ایشان با یک نقاش پیشگام مسئله کاهدل دوامانیه که ماده نقاشی وارد تابلوهاش کرد. اگرچه قبل از اون مارکو این کاری کرده بود ولی ایشان این کار با ظرافت بیشتری انجام داد و سعی کرد که معماری ایرانی رو به یک نحوی در این نقاشی های کاهگلی خودش نشان بده و در واقع ترکیبی از نقاشی و معماری پدید آورد تو تابلوهای خودش و بیشتر این تابلوها معماری یزد و کاشان کرمان نشان میده و در کنار این تابلوهای نقاشی معماری ایشان باز هم توی تابلوهای کارگلی خودش توانست به زندگی ایراد و اشعار بپردازه و اون رنگ خاص زندگی ایلیاتی که نوع سومی از زندگی ایرانی هست در تابلوهای خودش به طور دقیق منعکس کنه و این کارها خیلی متوجه کاری که به نحوی که یونسکو یه تمنی هم از این منتشر کرد. در کنار نقاشی به نویسندگی پرداختن، چند تا کتاب نوشتن در این کتاب ها به صورت فانتزی به زندگی نامی بعضی از معاصرین خودشان پرداختن و با شیرینی خاصی این هنرمندان همزمان خودشون معرفی کردن به دیگران. چیزی که خیلی توی زندگی هنری آقای کلانتری اهمیت داره صفحای بی‌دلیل ایشان بود در مورد همکاری با بسیاری از هنرمندان و همه جا در امور فرهنگی دخالت میکرد و شرکت میدوست و این با عشق و علاقه انجام میداد و گرایشش به طرف حمایت جوانها خیلی ستودنی هست. آقای کلانتری متولد زنجان و فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و دارای سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبا و همچنین کالج هنری کودکان در ایالت کالیفرنیا بود.